سرخط خبرها. عید مبارکی طالبان با پیام ادامه جنگ. عبدالله عبدالله میگوید این گروه نمیخواهد مصیبت های مردم پایان یابد. هیچ تغییر نمود. معنایش ایست که این مصیبت بالای مردم افغانستان بازم تحمیل میشه. اطمینان دهی وزارت دفاع از بازپسگیری تمام بخش های زیر اداره دشمنان افغانستان. باشندگان غزنی نگران حضور داعشند. یک شروع و آخر کار نیست. انشالله در سراسر افغانستان جایی. کمیسیون مستقل انتخابات از تعهد تا عمل. احتمال وجود مرکزهای خیالی رای‌دهی در انتخابات پیشرو نگران کننده خوانده شده است. مثل 2014 ما افزودی محلات را سرسام‌آور و بدون برنامه‌ریزی نخواهد داشت. و تیراندازی در ساختمان شهرداری ایالت ویرجینیای آمریکا. بیننده مهمترین ها در عصر شنبه از یک هستید. من فردین امینی هستم. مشروع خبرها. رهبر طالبان در پیامی به مناسبت عید فطر بر ادامه جنگ و نبرد با حکومت افغانستان تاکید کرده است. در این پیام آمده که تا زمانی که این گروه به اهدافش نرسد نبرد در افغانستان را ادامه خواهد داد. رئیس مجلس سنا میگوید این پیام نشان میدهد که طالبان هیچ تمایلی به صلح ندارند. همزمان شماری از عالمان دین تاکید میکنند که طالبان یک گروه هراس افکن است و جز کشتن به هیچ ارزش پایبند نیستند. رهبر گروه طالبان در پیام تازه‌اش به مناسبت عید سعید فطر بر خروج نظامیان خارجی و ادامه نبردها در کشور تاکید کرده است. در پیام رهبر طالبان آمده است که این گروه تا زمان نایل شدن به هدفشان دست از جنگ بر نمی‌دارند و هیچ کسی نباید انتظار آن را داشته باشد. همچنین در پیام رهبر طالبان از باز بودن درهای گفتگو با آمریکا و بسته بودن در مذاکره با حکومت افغانستان اشاره شده است. اما این پیام طالبان واکنش های را به همراه داشته است. رئیس مجلس سنا میگوید که این گروه خود تمایل به صلح ندارد و از همین رو همواره به خواست صلح‌خواهانه حکومت افغانستان پاسخ منفی نشان میدهد. طالبان حتی آمده به گفتگو با حکومت نشدن و چی رقم معنی شد؟ وقتی که با ما گپ نمیزنن و امرای ما نمیشینن و هر وقت ویتو میکنن گپای صلح رو، باز شما قضاوت بکنید و مردم افغانستان قضاوت بکنن که معنی کی هستن. به نظر ما معنی اصلی گفتگو طالبان هستن. همزمان شماری از عالمان دین تاکید دارند که طالبان یک گروه تروریستی اند و به جز کشتن انسانهای بیگناه و هیچ ارزش اسلامی پایبند نیستند. به هیچ عنوان، نه به عنوان یک گروه افغانستانی معرفی میشن که اونا به منافع ملی افغانستان پایبند باشه و نه به عنوان یک گروه ایدئولوژیک اسلامی که به آموزه های اسلامی پایبند باشه. به همین خاطر برای از اونها چیزی که اصل است کشتار مردم است و ریختاندن خون مردم. آیت مبارک اینطور میرسانه که اگر کافر بر مسلمان پیام صلح حرمت، مسلمان در برابر پیام صلح کافر هم تمکین بکنه. این در حال است که رئیس جمهور غنی در آغاز ماه رمضان خواهان آتش بس شد اما طالبان رد کردند. سال گذشته طالبان آتش بس 3 روزه به مناسبت عید فطر اعلام کرد. اما در پیام تازه رهبر طالبان هیچ گونه اشاره به توافق آتش بس نشده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت میگوید که نتیجه بررسی حمله های انجام شده در سالهای پسین قناعت بخش نیست. به گفته رئیس اجرایی بررسی های قتل های 18 سال گذشته قناعت مردم را فراهم نکرده است. آقای عبدالله میافزاید در نهادهای عدلی و قضایی اصلاحات بمیان آمده اما نظام عدلی و قضایی در بخش بررسی و رسیدگی به پرونده ها هنوز اعتماد مردم را به دست نیاورده است. رئیس اجرایی همچنین با اشاره به گفتگوهای پسین سیاستگران کشور در مسکو میگوید که طالبان هنوز بر ادامه جنگ و آوردن مصیبت بر شهروندان کشور پافشاری دارند. جواد تیموری.
گرامی داشت از دومین سال روز جان باختن سالم ایزدیار و دیگر معترضانی که دو سال پیش در چهارراهی زنبق جان باختند. پرونده چگونگی کشته شدن این معترضان از دو سال بدین سو زیر بررسی نهادهای عدلی و قضایی است. انتقادها هم بر این است که چرا این پرونده ها تا کنون نهایی نشده است. اگر بازم اهمال شود، بازم قانون شکنی شود، بازم ظلم شود، بازم غدر شود، با فریب و دروغ متوسل شوند، وارثین شهدا گزینه هایی را پیش دست خود دارند و از او استفاده میکنند. از مراجعه به محاکم و مراجعه بین المللی تا گرفتن انتقام از قاتلین. رئیس اجرایی حکومت هم ظاهراً از کارکرد نهادهای عدلی و قضایی در بررسی پرونده ها راضی نیست. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت میگوید که نتیجه بررسی حمله های انجام شده در سالهای پسین قناعت بخش نیست. به گفته او اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی به میان آمده، اما نظام عدلی و قضایی هنوز اعتبار مردم را کسب نکرده است. رئیس یکی از مسئولین حکومت نما قانیستیم و میدانیم که مردم افغانستان قناعت ندارند از نتایج تحقیقاتی که تا به حال صورت گرفت. حادثه بوده، حوادث قبل برو بوده و حوادثی که طی سالهای گذشته صورت گرفت، استاد شهید به شهادت رسیدن. رئیس اجرایی همچنین با اشاره به گفتگوهای پسین سیاستگران و نمایندگان طالبان در مسکو میگوید که طالبان هنوز از آوردن مصیبت بر سر مردم افغانستان دست بردار نیستند. کسانی که صدای مردم افغانستانند در جریانات اخیر، در روزهای اخیر رساندن و واضح صحبت کرده باشند، از اونا تشکر میکنیم. اما صدای طرف مقابل هم بسیار واضح بود. هیچ تغییر نامده. معنایش ایست که این مصیبت بالای مردم افغانستان بازم تحمیل میشه. متاسفانه اونها از این به عنوان یک افزار استفاده میکنند. اونا فقط میخواهند که بازم اون برگشت امو فکر امارتیشان، بازم میخواهند که مو غرور استکبار استبدادشان بار دیگه بر بالای مردم افغانستان اونا حاکم بسازه. به گفته آقای عبدالله، چشم انداز روشن برای آینده بهتر هنوز در کشور دیده نمیشود و وضعیت کشور پیچیده تر از گذشته شده است. این در حال است که رهبر طالبان در پیام ایدیش هم بر ادامه جنگ در کشور تاکید کرده است. اصرار و تاکید که خم و پیچ بیشتر بر راه ناهموار رسیدن به صلح می افزاید. قرار است فردا زلمه خلیلزاد به اسلام آباد سفر کند. رسانه های پاکستانی هدف این سفر خلیلزاد به پاکستان را تشویق اسلام آباد برای بکارگیری از نفوذش بر طالبان برای آماده سازی توافق صلح با امریکا گزارش دادند. همزمان آقای خلیلزاد از دیدار و گفتگوی دیروز میان رئیس جمهور غنی و عمران خان در حاشیه نشست 14 اجلاس سازمان همکارهای اسلامی در مکه استقبال کرده است. آقای خلیلزاد میگوید که واشنگتن آماده کمک و همکاری در روند صلح افغانستان است. سجاد محمدی. در اوج پیچیدگی های روند صلح افغانستان، قرار است زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان فردا به اسلام آباد سفر کند. کشوری که به باور بسیارها نفوذ گسترده بر طالبان دارد و در واقع کارت سرخ و سبز این کشور میتواند جهت تصمیم آینده طالبان را رقم بزند. اگر میخواهیم که پاکستان تغییرات اساسی در سیاست خود بده، باید آمریکایی‌ها بدون تعارف و با یک جدیت پاکستانی‌ها را به لحاظ دیپلماتیک و به لحاظ سیاسی و نظامی و اقتصادی تحت فشار قرار بدن، تا که پاکستان هم دست از پالیسی‌ها و برنامه‌های خرابکارانه خود در افغانستان برداره و از پروسه و روند صلح در افغانستان حمایت کنه. برخی منابع نزدیک به طالبان در کابل میگویند که احتمالاً آقای خلیلزاد در این دور سفرش برای انجام دور هفتم گفتگوهای صلح با طالبان به دوحه نیز سفر خواهد کرد. خلیلزاد به طالبان سره اوم پړاو کښینی، البته په اوم پړاو کې باغه خبری وی چې سابقه په شپږم پړاو کې وی، هغه سره تنه دی رسیدلی د خارجانو د وتلو په سر باندې به خبره کیږي،
چه آقا سر توانه رسیدی در پیکر نکومی چنور نیوی خبری دیرامند. چند روز پیش مشاور امنیتی ملی و سرپرست وزارت امور داخله نیز به پاکستان رفته و درباره صلح و مبارزه با هراس افغانی با رئیس ستاد ارتش پاکستان گفتگو کردند. قرار است در ماه روان میلادی رئیس جمهور غنی نیز به اسلام آباد برود. رئیس جمهور غنی و عمران خان روز گذشته نیز در حاشیه 14 نشست سازمان همکاری های اسلامی در شهر مکه عربستان درباره صلح، امنیت، مبارزه با هراس افغانی و اتصال منطقه‌ای گفتگو کردند. زلمه خلیلزاد در تویترش از این دیدار و گفتگوی رهبران دو کشور استقبال کرده است. از خبر دیدار رئیس جمهور غنی و نخست وزیر عمران خان در حاشیه نشست سازمان همکاری های اسلامی استقبال می کنم. توسعه روابط افغانستان و پاکستان برای رسیدن به صلح، اجرایی کردن و سرمایه گذاری روی فرصت ها برای اتصال، ادغام و انکشاف منطقه‌ای کلیدی است. آمریکا آماده کمک برای روند صلح افغانستان است. در این میان طولانی شدن سفرها و گفتگوهای خلیلزاد بدون رسیدن به یک نتیجه خاص نگرانی ها و پرسش های را به میان آورده است. هرچند به باور آگاهان پافشاری و ایستادگی طالبان بر موقفشان و نبود انعطاف در موضع گیری های این گروه مانع اصلی برای رسیدن به یک توافق صلح است. هیچ شکی نیست که طالبای قبلی نیستند. با بخشی از کشورهایی که با آمریکا مشکل دارند در تفاهم و همکاری قرار دارند. بنابراین موازیشان مانند موازی حکومت افغانستان یک موازی مستحکم در سطح بین المللی هم است. زلمه خلیلزاد تا هنوز چند بار به اسلام آباد و برخی کشورهای دیگر منطقه در پیوند به صلح افغانستان سفر کرده است. همزمان تا هنوز 6 دور گفتگوهای صلح میان او و نمایندگان طالبان برگزار شده است. هرچند گفته می شود که پافشوری طالبان بر تعیین جدول زمانی خروج نیروهای خارجی و این سو تاکید واشنگتن بر اولویت آتش بس و گفتگوهای بین افغانی این گفتگوها را با بن‌بست روبرو ساخته است. تمام بخشهایی که زیر اداره دشمنان کشور است از سوی نیروهای امنیتی بازپس گرفته خواهد شد. سرپرست وزارت دفاع ملی که به غزنی رفته میگوید وضعیت در میدانهای نبرد به نفع نیروهای امنیتی به پیش می رود. او بازپسگیری ولسوالی دهیک را مثال میزند و میگوید تمام بخشهایی که زیر اداره دشمنان کشور است بازپس گرفته خواهد شد. ولسوالی دهیک غزنی پس از 2 سال به دست نیروهای امنیتی آمد. همزمان مسئولان امنیتی در فراه میگویند که 30 مخالف مسلح روز گذشته بر روند صلح پیوستند. از اطمینان برای امن شدن ولایت تا نگرانی از حضور گروه تازه هراس افغانانه. سرپرست وزارت دفاع ملی امروز برای بررسی وضعیت امنیتی به غزنی رفته است. اسدالله خالد 3 روز پس از بازپسگیری ولسوالی دهیک غزنی به این ولایت رفته است. میگوید مانند دهیک تمام بخش هایی که زیر اداره دشمنان افغانستان باشد بازپس گرفته خواهد شد. مردم ما حق دارند که امنیت 100% که در او یک فیرام نباشد از ما بخواین. ما روان استیم به موسم دیگر شروع و آخر کار نیست. انشالله در سراسر افغانستان جایی که به دست دشمن است ازشان پس گرفته خواهد شد. اما شایعه ها مبنی بر حضور داعش در غزنی نگرانی باشندگان این ولایت را برانگیخته است. شایعه هایی که از سوی وزارت دفاع ملی نه رد می شود و نه هم تایید. حضور داعش در نقاط مختلف افغانستان حضورشان است، ولی در غزنی تا بال از حضور داعش چیز معلومات نداریم. نیمه های شب گذشته هم در پی درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی قره‌باغ غزنی بیش از 50 طالب کشته شدند. در مجموع 56 طالب مثلا به شمول 4 سرگروپشان در این رویداد کشته شدند. متاسفانه 7 سرباز اردوی ملی و پلیس محلی هم به شهادت رسیده و 2 نفر هم زخمی شدند. 40 جسد، 43 میل اسلحه مخالفین و تعدادی از اعضای بدن مخالفین مسلح در میدان نبرد باقی مانده که به دست نیروهای امنیتی افتاده و جمع‌آوری شده و منتظری هستیم که به مردم محل تسلیم داده شود تا انتقالش بدن به ساحات یا قریجات و مناطق خودشان. همزمان با نبردهای غزنی در فراه 30 تن از مخالفان مسلح به روند صلح پیوستند. با تعداد 30 نفر از افراد مسلح که مخالفین دولت بودند با 2 افراد کلیدیشان با جمع
از افراد و سایت نقلیشان و یک ضرب خوابان یک ضرب توپ بخش از دو میلیمیتری و یک میل زیکویه و یک میل راکت انداز و تعداد 26 میل سلاح مختلف نو با جمعی از این سلاح و مهمات و سایتشان و از طریق مصفیده های که اونا هم شریک ازی بودند که به پروسه صلح پیوستند. به گفته مسئولان امنیتی ولایت فراه در یک ماه گذشته 286 مخالف مسلح به شمول 4 فرمانده و 2 شهروند خارجیشان در حمله های زمینی و هوایی نیروهای امنیتی تی در این ولایت کشته و بیش از 60 تن دیگرشان زخمی شدند. کاروان صلح‌خواهان هلمند راه موسی قلعه یکی از مرکزهای اصلی طالبان را در پیش گرفتند. عضوهای این کاروان هدفشان را رساندن پیام و وضعیت باشندگان این ولسوالی به جهانیان می‌خوانند و می‌گویند همه از جنگ خسته شدند. آنان اما هنوز در نیمه راهند. امروز به گرش رسیدند و امشب را هم در همین ولسوالی باقی خواهند ماند. پیش به سوی ولسوالی که به مرکز طالبان در هلمند مشهور بوده است. پیام و هدف ما صلح و آشتی است، نه جنگ. این کاروان سال پار وقتی سفر با پای پیاده‌اش را از هلمند شروع کرد تنها 7 عضو داشت، اما به مرور زمان داغ دیده های بیشتری به این کاروان پیوستند. اکنون هم پس از مدتی وقفه با عضوهای پیر و جوانش راه موسی قلعه را پیش گرفته است. می‌خواهند وضعیت و پیام باشندگان ولسوالی موسی قلعه را به جهانیان برسانند. هدف خدا دې چلته د ولسونو درد او دغه د ولسونو هغه غم چې هغه ځان سره واخو او شریک کړو د نړیوالو سره. ارمان د ټول افغانانو دا دی چې یو سرتاسري سوله لا په افغانستان کې واقعي کې او زموږ به هم ادب دا دی چې مساکلات زو په کوچني اختر کې اوربند وسی. میگویند بیشتر از همه کسانی درد جنگ را حس می کنند که در فضای جنگی زندگی کرده و دار و ندارشان را از دست دادند. تر مساکلا پوری لولسون سر بینید، در ولسون واقعی انظور راپورت که تر نریوال پوری رسید. حق انظور چه کلون کلون هم دست پاته سویده. این کاروان سال پار پس از 38 روز پیاده روی با پاهای آبله زده و تحمل گرسنگی و تشنگی از هلمند به کابل رسید و میخواست از پایتخت برای رساندن پیام صلح رهسپار بخش های زیر اداره طالبان شود. اما طالبان اعلام کردند که نمیتوانند امنیت این کاروان را تضمین کنند. حالا معلوم نیست که طالبان چه واکنشی به این اقدام صلح‌خواهانه این کاروان خواهد داشت. مرکزهای خیالی رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری ایجاد نمی شود. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که روند ثبت نام رای دهندگان در غزنی به زودی در بیش از 240 مرکز آغاز خواهد شد. اما انتخابات پارلمانی در این ولایت بنابر آنچه کمبود بودجه و چالش های سیاسی و محلی خوانده می شود برگزار نخواهد شد. از سوی مسئولان این کمیسیون می گویند که در روز انتخابات بیش از 2000 مرکز رای‌دهی به دلیل تهدید امنیتی در سراسر افغانستان بسته خواهند ماند. کمیسیون انتخابات مرکزهای رای‌دهی روز انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را مورد ارزیابی قرار داد. مسئولین این نهاد میگویند که بر بنیاد تصمیم نهادهای امنیتی و نبود فرصتهای زمانی و مالی نمیتوانند که مرکزهای رای‌دهی را افزایش دهند. مثل 2014 ما افزودی محلات را سرسام‌آور و بدون برنامه‌ریزی نخود داشتیم، درست؟ اونجا ما ووتر لیست نداشتیم، اینجا ما ووتر لیست داریم. ووتر لیست ما را قید میکنه که ما هیچ با هیچ وجه ما نمیتونیم که مراکز اضافه را ایجاد کنیم، چون به این خاطر ما نمیتونیم. اونجا ووتر لیست نبود چون کارتا را توزیع شده. اینم یک چیز دغه مرکز چې موږ وایو چې 5303 اتیا مرکز کې دغه مرکز دی چې موږ دته هم ووتر لیست لرو او هم دلته انتخابات کوي شو. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل نبود بودجه و مشکلات سیاسی و محلی انتخابات پارلمانی را در غزنی برگزار نمی کند، ولی در نظر دارد در پیش از 240 مرکز رای‌دهی در این ولایت انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند. پا غزنی که دا ولسی جرگی نه اما دا جمهوری ریاست تاکنی تر سرکیگی مرکزونه چې اعلان شو تاسو ولیدل چې څو مرکز لري، څو یې تړلی دي، څو یې تهدید لاندې دي. د سیدي صاحب واضح هم ستاسو سره شریکه کړله
من په غزنی کې د جمهوری ریاست ټوټه کني کوو او په دې ژمنه است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در روز انتخابات به دلیل تهدیدهای امنیتی بیش از 2000 مرکز رایدهی بسته خواهد بود و در بیش از 5380 مرکز دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. دوباره خوش آمدید. وزارت شهرسازی و اراضی نزدیک به 10000 نمونه از قیمت زمین در شهر کابل را گردآوری کرده است تا بر بنیاد آن زمین‌های دولتی و شخصی به گونه معیاری و با نرخ واقعی آن خرید و فروش شود. مسئولان این وزارت می‌گویند که در بخش کرایه، خرید و فروش جایدادهای دولتی و شخصی فساد گسترده‌ای وجود دارد و قیمت‌گذاری زمین‌ها سبب کاهش فساد اداری در نهادهای دولتی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهد شد. اتاق تجارت نیز قیمت‌گذاری زمین‌های دولتی و شخصی را در رشد سرمایه‌گذاری و افزایش فعالیت‌های بخش خصوصی مهم می‌داند. تمیم شهیر. از 4 ماه به این سو روند قیمت‌گذاری زمین در سراسر کشور آغاز شده است که بر بنیاد یافته‌های وزارت شهرسازی و اراضی تا حال 50000 نمونه قیمت زمین از 34 ولایت کشور گردآوری شده که از این میان 20000 آن وارد سیستم شده است. در این برنامه جدا از قیمت‌گذاری زمین، زمین‌های تجارتی، نیمه تجارتی و رهایشی نیز تثبیت می‌شود و با تکمیل این روند قیمت واقعی از زمین‌های دولتی و شخصی در اختیار شهروندان کشور قرار خواهد گرفت. وزارت شهرسازی و اراضی می‌گوید که بر بنیاد یافته‌های ابتدایی این وزارت فساد گسترده در فروش و کرایه زمین‌های دولتی و شخصی وجود دارد. با اساس یافته‌هایی که ما داریم، یعنی فساد گسترده در قسمت موضوعات کرایه، فروش و خرید جایدادهای دولتی و شخصی در منابع مختلف وجود دارد. تلاش ما بمی از بعد از اینکه ما یک نرخ واقعی را به تصویب خود حکومت داشته باشیم، بالاخره خود از میتونه که فساد اداری را کاهش بده و از طرف دیگر عواید حکومت هم بالا ببره. آمارهای این وزارت نشان می‌دهد که تنها در شهر کابل نزدیک به 10000 نمونه از قیمت زمین از بخش‌های مختلف این شهر گردآوری شده است که بیشتر در تعیین قیمت این زمین‌ها اهالی منطقه، وکیلان گذر و رهنمای معاملات نقش دارند. وزارت اقتصاد می‌گوید که عملی نشدن این برنامه قیمت کاذب زمین را به وجود خواهد آورد. تعیین قیمت در بعضی مواقع خوبیش میشه که اما ارزش‌های واقعی در اقتصاد معین مشخص میشه و شناخته میشه. در بعضی مواقع باعث میشه که عدمی نبودی سیستم بعضی مواقع باعث میشه که اما قیمت واقعی را کس نفهمه و شکل بگیره یک قیمت کاذب در مارکت. بنان کمک میکنه برای اینکه قیمت واقعی شوه. بیشتر زمین‌های دولتی از سوی بخش خصوصی به هدف‌های مختلف به اجاره گرفته می‌شود. اتاق تجارت می‌گوید که با تعیین نرخ واقعی زمین، فعالیت‌های بخش خصوصی در کشور بیشتر خواهد شد. روی دست داشتن چنین راهکاری کمک فراوان می‌کند برای جلب سرمایه‌گذاری و از طرف دیگر زمینه را مساعد می‌کند تا سکتور خصوصی سهم فعالانه را در سکتورهای متعدد تجارت، سرمایه گذاری و صنعتی بازی کنه. بر بنیاد آمارهای وزارت شهرسازی و اراضی در 4 سال گذشته بیش از 164000 جریب زمین دولتی در سراسر کشور به بخش خصوصی به اجاره داده شده است که تا حال از این ره گذر حکومت 264 میلیون افغانی درآمد داشته است. و در خارج از کشور در پی حمله یک مهاجم مسلح بر ساختمان شهرداری ورجینیا 12 تن کشته شدند. 9 تن دیگر هم در جریان این تیراندازی زخم برداشتند که یکی از آنها افسر پلیس است. پلیس میگوید مهاجم که خود از کارمندان شهرداری بوده کشته شده است. شهردار ویرجینیا این کشتار را تاریک ترین روز تاریخ این شهر ساحلی خوانده است. اف بی آی هم بررسی هایش درباره علت این تیراندازی را آغاز کرده است. رئیس جمهوری آمریکا پیش از سفر به بریتانیا در اقدامی از بوریس جانسون وزیر خارجه پیشین بریتانیا برای عهده‌دار شدن رهبری حزب محافظه‌کار و سمت نخست وزیری پشتیبانی کرده است. ترامپ آقای جانسون را مرد با استعداد خوانده که کارش را به صورت درست انجام خواهد داد. ترامپ همچنین از جرمی هانت، یکی دیگر از کاندیدهای حزب محافظه‌کار برای رهبری این حزب، تمجید کرده است. رئیس جمهوری آمریکا که هفته آینده به بریتانیا سفر می‌کند، می‌گوید از نزدیک انتخابات
در اون حزبی محافظه‌کاران را دنبال میکند. تازه های دنیای ورزش. لباول مهدی قهرمان تورنمنت جام رمضانی فوتسال مجتمع ورزشی مولا علی شد. این تیم در دیدار نهایی این رقابت‌ها با نتیجه 4-3 فوتسالیستان افغان را شکست دادند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. در دیدار رده‌بندی هم ظاهر اسد با پیروزی 7-2 مقابل دورانی به مقام سوم دست یافت. در پایان این رقابت‌ها حسن علیزاده بهترین بازیکن این تورنمنت شناخته شد. لقب بهترین دروازه‌بان را یاسین جعفری به دست آورد و آقای گل این تورنمنت هم به مصطفی افشار رسید. این رقابت‌ها با حضور 32 تیم در 8 گروه 4 تیمی برگزار شده بود. رسیدیم به پایان مهمترین های امروز. ممنون از همراهیتان، وقتتان نیک، خدا نگهدار.